هشتم تیر ماه 1397 خورشیدی و 29 ژوئن 2018 میلادی. در این برنامه صفحه آخر میپردازیم به اعتصاب کسبه و بازار و تظاهرات پراکنده در تهران و بعضی شهرهای دیگه و میپردازیم به جیره‌بندی آب خوردن در آبادان، خرمشهر و همزمان با گذاری آب شیرین ایران به کویت. من شاید شما بعضی وقتا باورتون نمیشه بعضی چیزایی که آدم اول وقتی میشنوه درباره چیزایی که تو مملکت اتفاق میفته فکر میکنه شایعه است، یا مثلا تو فضای مجازی یه چیزی آدم میخونه اینقدر گنده است که نمیشه باورش کرد. واقعا مثل صحبتایی که علم الهدا درباره زائران عراقی در مشهد و ضرورت خدمت جنسی رساندن زنان ایرانی به اونا گفت، من همش فکر میکردم این شایعه است، نقل میکنن جاهایی. فروختن یک کشور بزرگ با همه ساکنانش به هر کس که خریدار باشه، چه بهتر که خریدار مسلمان و شیعه باشه و کالاهای فروشی مآخوندهای حاکم قبل از هر چیز زنانی است که با انقلاب 57 به بردگی گرفتیم و البته چیزهای دیگر هم میفروشیم. یادتونه که خمینی چی گفته بود سال 57؟ دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، دل خوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیا را می آباد میکنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت هست یا مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن. این دارایی از غنایم اسلام است. بله، از غنایم غنیمت. خمینی از نامش وقتی آمدن سر کار کل کشور ایران غنیمت گرفتن و آقای خمینی هم شد مثل صدر اسلام که جنگ مسلمین بود با غیر مسلمانان و پیامبر اسلام یا خلفای راشدین وقتی پیروز می شدن در جنگی همه چیزو با غنیمت می گرفتن و به امر پیامبر یا یکی از خلفای راشدین یا به هر حال سردار بالا در بهمن 57 یعنی امام خمینی مردان رو یا میکشتن یا تابع خودشون میکردن، زنان رو هم به غنیمت جنگی به عنوان کنیز و برده بین خودشون تقسیم میکردن. صدر اسلام حتی امروز بعد از 40 سالم 57 اتفاق افتاد، امروز همون نگاه به اسارت بردن مردان و به کنیزی گرفتن زنان ایران در روحانیت حاکم ادامه داره. ببینین اون چیزی که گفتم آدم باورش نمیشه تا بشنوه و ببینه خودش. تقدیمی آیت الله علم الهدا نماینده رهبر معظم نظام مقدس در خراسان رضوی به مردم مشهد. این زنها اگر بیان با این عرب هایی که از عراق میان اینها مباشرت جنسی بکنن، این ثواب داره به خاطر اینکه اینا از کربلا آمدن. اعتصاب بازار از صبح دوشنبه 4 تیر شروع میشه. کی باور میکرد که روزی که مسابقه فوتبال تیم ملی ایران با پرتغال در جام جهانی داره برگزار میشه و تب فوتبال همه رو برداشته، همون روز اعتصاب و تظاهرات بازار و کسبه شروع بشه؟ مدتی است که خواسته ها دیگه اقتصادی است، دلار 100 تومانی نمیخوام، 10 تومانی. دعوت اعتصابیون از بقیه کسبه برای پیوستن به اعتصاب. تهران 5 تیر ماه
خیابان جمهوری تظاهرات خیابونی با شعار سرنگونی نظام و اعتصاب کسبه و بازار همزمان. ششم تیر 97 بازاریان در بازار وکیل شیراز اعتصاب کردند و در همبستگی با بازاریان تهران دست به تظاهرات زدند. بخشی از پاساژها و مغازه های سطح شهر کرمانشاه در اعتصاب هستند. چهارشنبه بازاریان کرمانشاه در میدان آزادی این شهر تجمع کردند. در خیابان ملت، خیابان اکباتان و پاساژ موسوم به کاشانی تهران همه مغازه‌ها در اعتصابند. اعتصاب بخشی از بازار اصفهان پنجشنبه هم ادامه داشت. بخش‌هایی از بازار بزرگ تهران، اکثریت کسبه، طلافروشان، چارسوق، لاله‌زار، پاساژ علایالدین، بازار سلطانی، بازار بین الحرمین و بازار رضا در اعتصاب هستند. بازار تهران 6 تیر ماه 97 اعتصاب. خب بعد حکومت میره سراغ صاحبای پاساژ ها، اونا میرن به مغازه‌دارا میگن وا کن این مغازهاتون. اطلاعیه کسبه محترم مرکز خرید پردیس احتراماً به اطلاع میرساند که از تاریخ 1/4/97 کلیه واحدهای تجاری موظفند که صبح رأس ساعت 10:30 باز باشن، شبها ساعت 9:30 ببندن. که خب واکنش مردم و مغازه‌دارا رو ببینید دیگه. بازار رو واکنین، خود کسبه و مردم میریزن ببندین. بازار مبل هم اعتصاب میکنه. امروز خیابون دلاوران، مبل فروشا، تمام مغازه ها به خاطر تصمیم و اعتصاب بستن. ببینین تظاهرات مردم تو خیابون یه جورایی برای نیروهای سرکوبگر حکومت حتی شده یک رویداد عادی روزمره. یک فقط مثال و نمونه ببینین، ششم تیر میدون حسن آباد تهران. خب حالا این فیلم ها رو تیکت که داریم میبینیم، بعد یه جنبندی هر کسی تو ذهن خودش داشته باشه. میخوایم نتیجه بگیریم ها. بعض جاها وامستان نیروهای امنیتی، نیروهای ضد شورش تماشا میکنن. همه جا اینطور نیست البته، یعنی باید دید که اون مرکزیت فرماندهیشون چجوری با اینا، اولا چگونه به تظاهرات مردم نگاه میکنه، چگونه به اعتصاب نگاه میکنه، چه ارزیابی دارن اینا و چه دستورهایی در کجا بهشون میده. همچنین خیلی هم ساکت نیستن نیروهای حکومت در برخورد رو در رو با مردم و به ویژه در جاهایی که ممکنه احساس خطر بیشتری بکنن. بعضی جاها رسما وارد جنگ با مردم میشن. نمونهش بازار چراغ برق تهران، خیابون چراغ برق 5 تیر. What a
امیر لنگ. اونایی که سکوت بود به هر حال فوشایی بود که مردم میدادن به نیروهای امنیتی. ببینید یکی از کارهایی که این بخشی از وحشیگری نیروهای امنیتی به اصطلاح و مامورای حکومت بود که نیروهای ضد امنیتی باید گفت در واقع ضد امنیت مردم و نیروهای حکومت بود که زده بودن در بادواغون کرده بودن و اینها. حالا باز برمیگردیم به این موضوع. یکی از کارهایی که در مقابل اعتراض ها به طور کلی همیشه حکومت انجام داده، هممون یادمونه، همتون یادتونه، تخریب و آتش زدن اموال مردم و حتی گاه بانک‌ها و مؤسسات دولتیه تا بعد به این بهانه بیاد مردم رو سرکوب کنه، بگه مردم زدن اموال دولتی رو آتیش زدن، ما هم چاره‌ای نداریم جز اینکه از امنیت مملکت دفاع کنیم، میگیریم، میزنیم، میبندیم فلان. دست کم از سال 88 تا حالا یادمونه که همیشه تظاهرات کردن مردم بدون خشونت تو خیابون، میلیونی حتی، و همیشه نیروهای حکومت بودن که ریختن سر مردم، زدن، کشتن، مغازه رو آتیش زدن، ماشینای شخصی رو داغون کردن تا تونستن وحشیگری نشون دادن. این بارم تو همین دو سه روز گذشته همین داستان تکرار شد. آره دارن شیشه ها رو میشن. ببینین اینا کیان که میزنن میشکنه. رهبر معظم انقلاب فرمودن تو سخنرانی همین دو روز پیششون که عده‌ای اشرار را وارد تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم میکنن. کی این کارو میکنه؟ الان که همه دیدن اشرار مامورای شمان، آقای رهبر معظم. بعد چه نتیجه ای میگیرین از این لاتبازی‌ها؟ ماموراتون اموال مردم رو تخریب میکنن، مغازه‌های بسته رو داغون میکنن، به زور کرکره‌هاشون رو وا میکنن تا مردم بیان به شما رو بیارن، مغازه‌هاشون رو وا کنن، به شما احترام بذارن. وقتی که حکومت ها میگن ما نرفتنی هستیم و باید دشمنامون برن به جهنم، درست همون زمانی است که زیر پاشون لقه و وگرنه هیچ نیازی ندارن بگن ما سفت وایسادیم. میدونن که لغزششون دیده شده، دیده میشه، ولی الان دیگه کار حکومت از این مرحله گذشته. خامنه ای تا همین چند ماه پیش چقدر شنیدین ازش؟ چقدر شنیدین؟ میگفت دشمن بره جهنم، به جهنم. حالا مسئولان دولتی و مجلس میگن ما داریم غرق میشیم، از مردم میخوان که صبور باشن. ظریف، آقای ظریف وزیر خارجه دولت تدبیر و امید با ظرافت میگه هممون توی کشتی نشستیم، باید بپاییم این کشتی غرق نشه. خیال نکنیم اگه آقای روحانی رفت اصولگرا موفق میشه. خیال نکنن بعضیا اگه جمهوری اسلامی رفت اونا میان سر کار. امروز ایران این وضعیت جغرافیایی، این در واقع موجودیت عظیم پر افتخار تاریخی با این مردم، با این توانمندی ها، با این ذخایر، با این امکانات، با این آینده درخشان، این هدفه. ببینید این صحبت ها همش مال همین دو سه روز پیشه، این مال همین چند روز احتساب. این امکانات، ظریف میگه، این توانایی ها، این موجودیت عظیم پر افتخار تاریخی، آخه شما چیزی ازش نذاشتین؟ همش رو خرج گسترش امپراتوری اسلام ناب محمدیتون کردین، بازم میخواین به همون شیوه ادامه بدین. ببینین واقعا میگم به همون شیوه تلاش دارن میکنن که ادامه بدن. علی مطهری میگه مردم 6 ماه در برابر سختی ها مقاومت کنن، اوضاع درست میشه. دولت بیاد با مردم بگه که اوضاع چجوریه، پنهان نکنه، درست میشه.
بعد از جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس با معاون اول رئیس جمهور درباره گرانی، خبرنگارا میرن سراغ علی لاریجانی رئیس مجلس، میگن به راه حلی رسید مجلس و دولت با هم دیگه. فقط یه جمله گفت علی لاریجانی، رفت، گفت خدا به همه شما صبر دهد. چهارشنبه ششم تیر سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور، طوری است که انگار حکومت در موقعیت فروپاشیه. گوش بدیم یتکش. دولت میسته. اگر کسی فکر میکنه دولت میترسه، دولت استعفا میکنه، دولت کنار میره، اشتباه میکنه. ما همه مون در کنار هم تا روز آخر دولت دوازدهم به عهدمان وفا میکنیم. تا پای من دارم میگم، من به عنوان یک فرد، تا پای جان، تا پای آبرو، تا پای حیثیت، با افتخار، با افتخار میست. واقعا نظام حاکم در چه موقعیتی است امروز؟ آقای مهندس حشمت طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران. خب البته واقعیت این استش که شرایط رژیم بسیار شرایط وخیمی است. حالا گفته میشه که جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته بحران‌های زیادی داشته، بحران جنگ رو داشته، نمیدونم درگیری‌های داخلی رو داشته، ولی همه رو رد کرده. بله، همه این چیزا رو داشته و رد کرده، اما سران جمهوری اسلامی میدونن که الان اعتماد عمومی رو از دست دادن. مهمترین سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی از ابتدا تا دوره ای این اعتماد عمومی به شکل نسبی بود. بخشای از مردم رو به هر دلیل توجیه میکردن و دنبال خودشون میکشندن، ولی الان جمهوری اسلامی همه معضلات و همه مشکلات مربوط به عملکرد 40 ساله خودش رو داره، به علاوه اینکه سرمایه اجتماعیش رو از دست داده، اعتماد عمومی رو از دست داده و به شکل بسیار بسیار جدی مردم مخالف و معترض جمهوری اسلامی هستن. اینه که در وحشت. البته امثال ظریف گاهی مثلا میخوان طرف مقابلشون رو هم بترسونن، مثلا جناح مقابل رو هم بترسونن. حتی ایشون اخیرا همه ایران، مردم ایران رو ترسونده، میگه که خطر ایران رو تهدید میکنه. چه خطر ایران رو تهدید میکنه؟ جمهوری اسلامی رو داره تهدید میکنه، برای اینکه جمهوری اسلامی مردم قبولش ندارن. به نظر من مهمترین مسئله، مهمترین دغدغه و مشکلترین چیزی که جمهوری اسلامی الان با اون روبرو هست این هستش که مطمئن شده مردم قبولش ندارن و بیش از 70-80% مردم خائن این هستن که این رژیم برود. من فکر میکنم مهمترین مشکل جمهوری اسلامی الان این مسئله است. یک فاکتور مهمی که هفته پیش دیدیم تو همین 3-4 روز گذشته وارد شدن بازار به اعتصاب بود. این خیلی مهمه، چون پیش از هر چیز بلافاصله این سوال به وجود میاره که آیا حکومت حامی سنتیش رو از دست داده؟ حکومت، روحانیت حاکم حامی سنتیش رو از دست داده؟ یا علتش این است که نسلای جدید کسب و بازارن؟ دیدین دیگه تو فیلم ها همه جوونن، تو خود بازاری ها نسل‌های جدید کسب و بازارن که مثل بقیه اقشار جامعه آمدن میدون برای نان و آزادی مبارزه میکنن، قبل از هر چیز برای نان. یعنی آیا بازار سنتی امروز موضوعیت دارد یا ندارد که روحانیت حاکم بتونه بهش تکیه کنه و مثلا مؤتلفه توش پایگاه و جایگاه داشته باشه مثل قبل از انقلاب؟ بله، بازار قدیمی و سنتی به دلیل مذهبی بودن و نفوذ گروه‌های اسلامی در اون به شکل پایگاه جمهوری اسلامی در انقلاب بهمن 57 عمل کرد و بعد هم در دوره‌های با جمهوری اسلامی بود، اما جمهوری اسلامی اینا رو از دست داده. این نشون میده که حتی پایگاه سنتی خودش رو، من جلوتر برم، شما در حوزه علمی قوم اگر یک مقداری آزادی وجود داشته باشه، بخش بزرگی از این علمای سنتی مخالف جمهوری اسلامی هست، ولی سرکوب در ایران زیاده. همه اونهایی که میخوان شرایط ایران رو تحلیل کنن، چه شرایط طبقاتی میکنن، چه تحلیل اجتماعی میکنن، تحلیل طبقاتی میکنن، تحلیل سیاسی میکنن، یادشون باشه
یک مؤلفه، یک عامل رو در تحلیل هاشون حتما همواره لحاظ کنن. سرکوب در ایران بسیار زیاده. اگر شرایط سرکوب و بگیر و ببند و زندان و خشونت نبود، اون وقت میدید که جمهوری اسلامی در درون خودش هم پای پاش از دست داده. یه بخش اقلیت کمی ماندن، اونم اونایی که منافع دارن. خب ببینیم، پراکندگی اعتراض های مردم، این نکته دوم در این صحبت و در واقع نکته اصلی در زمینه همه اعتراض هایی است که داریم در ایران میبینیم در دوره اخیر از بعد از 88. این پراکندگی مخصوصا از دیماه 96، دیماه سال گذشته تا امروز، همه داریم میبینیم کاملا آشکار. یعنی هیچ کس نمیتونه مدعی بشه که اعتراض ها یک پارچه است، با برنامه است و با رهبری واحد است. و برای همین بیایم یه مقایسه ای بکنیم با قبل از انقلاب 57. اون موقع یک اعلامیه خمینی میتونست بازار رو به تعطیلی و اعتصاب بکشه، میتونست 2 میلیون آدم رو تهران بیاره تو خیابون. اون موقع مساجد سازمانده بودن و اطلاع رسان بیشتر، اطلاع رسانی همیشه از مساجد بود، مردم هم به شدت مذهبی و معتقد به رهبری خمینی، حتی اگه مذهبی هم نبودن معتقد به رهبری خمینی. امروز چه چیزی میتونه غیر از این فضای مجازی که بیشتر چیه؟ اساسا نقش اطلاع رسانی داره. چه چیزی میتونه جای مراکز سازماندهی و تبلیغی قبل از انقلاب رو بگیره؟ خب این که در دوره‌ای که به ویژه در سال 56-57 یک نفر می نشست مثلا در نوفل شاتو و یک اعلامیه می داد، همه بازاری ها تعطیل می کردن، مدارس تعطیل می کردن، کارگرها اعتصاب می کردن، اون خب گذشت. البته اون یه ویژگی مثبت داشت و اونم این بود که برای ایجاد اتحاد و انسجام کار راحت شده بود. اما یک بدی و یک خطری داشت که در واقع عملاً معلوم شد، این بود که همون مردمی که تودوار دنبال یک نفر، دنبال یک اعلامی حرکت میکردن، تودوار هم اشتباه میرفتن و اشتباه رفتیم. حرکت‌های تودوار خوشبختانه به دلیل رشد آگاهی طی 40 سال گذشته و گسترش و توسعه رسانه‌های آزاد، این حرکت‌های توده‌وار معنای خودش رو از دست داده. الان در ایران طبقات گوناگون اجتماعی، جنبش‌های اجتماعی، صنوف بر پایه خواسته‌های خودشون حرکت می‌کنن. هیچ کدوم دستوری حرکت نمی‌کنن. معلم همینطوره، دانشجو همینطوره، زنان همینطورن، فرهنگیان همینطورن، بازاریان همینطورن، کامیونداران همینطورن. تمام طبقات اجتماعی روی خواسته‌های معینی که دارن حرکت می‌کنن. و این که گفته میشه که نمیدونم به دستور آمریکا است و نمیدونم تبلیغات عربستانه، یک تهمت و یک دروغ محض است که حاکمین از رأس بالا تا پایین به مردم میزنن. خب ولی آنچه مفقوده، به هر حال حالا اینا نکات مثبت قضیه، ولی آنچه مفقوده توی حرکت‌های اعتراضی امروز ایران یک پارچگی طبقاتی است. من روشن‌ترش کردم در واقع. یعنی اعتصاب و اعتراض کارگرای مثلا هفت تپه یا پتروشیمی آبادان هیچ هماهنگی با اعتصاب کامیوندارا یا اعتصاب بازار نداره مثلا. و خب این در گام اول یعنی این که گارد مردم جلو حکومت کاملا باز دیگه. ما یه گام داریم، من این رو امروز اعلام میکنم، یه گام دیگه در حرکت ملی ما مونده و اونم این هستش که این طبقات اجتماعی به هم بپیوندن. هنوز یک مقداری توی این زمینه مکس هست، سکته هست و اونم به دلیل شرایط سرکوب هست، ولی این دوره رو هم پشت سر خواهیم گذاشت و در اون شرایط و به ویژه با تقویت و ائتلاف و هماهنگی اپوزیسیون دموکراسی خواه ملی، نه اون اپوزیسیونی که یه روز میخواد که علیه امریکا به جنگه، یه روز میخواد که خودش فقط باشه، یه روز نمیدونم میاد یه چیز دیگه میفته، نه، بایستی که انگوش گذاشت روی مبارزات مردم و تکیه کرد بر مبارزات مردم و اون رو تقویت کرد
رفاه، امنیت، سکولاریسم، دموکراسی، آزادی و نجات کشور از وضعیت موجود میبایستی که خواست اساسی اپوزیسیون بشه. اون اپوزیسیون هایی که صادقانه در این راه گام برمیدارن، اونها میتونن محل تلاقی خواسته های مردم و ایجاد هماهنگی و اتحاد و ائتلاف بشن که من امیدوارم در گام بعد این قضیه هماهنگ از درون و بیرون، یعنی مبارزات که رشد میکنه و توسعه پیدا میکنه و ملی و فراگیر میشه، اون سو هم اپوزیسیون حرکت کنه و این اتفاق بیفته. حالا درباره همین مسیری که مهندس طبرزدی اشاره فرمودن و سرنوشت این در واقع مقصد این راه و سرنوشت حکومت در این راه و مردم در این راه، حسن روحانی رئیس جمهور در سخنرانی چهارشنبه‌اش همین دو روز پیش لب به کلامو گفت. اگر مشکل ما و فشار ما فقط خارجی باشه، یعنی آمریکاست به ما فشار میاره، صهیونیسمه، خارجی‌ها به ما فشار میارن، حتما ما موفق میشیم. اما اگر فشار خارجی با فشار داخلی توأم بشه، اون وقت دیگه خطر نیست، فشار نیست، مهلکه. مهلکه، کشنده است برای نظام. میتونه حکومت از این بحران خودش رو نجات بده؟ در این موقعیت که هست با اعترافی که داره میکنه، یا مسئولان نظام مقدس راهی ندارن جز این که مثل همیشه با دیر کرد بیان بگن صدای انقلاب رو شنیدیم؟ هیچگاه چنین حکومتی نمیتونه نجات پیدا بکنه. بعضی حالا میان میگن اگر چنین کنید خوب میشود، اگر چنان کنید خوب میشود. خب اگر چنین میکردن که این نمیشدن که. شرایطی که حکومت خودش به وجود آورده با عمل کرد خودش، حالا این حرفای من هم میشنم، من عصبانی میشن، میگن آقا بزنید بگیرید. آقا عصبانی از رفتار خودتون بشید، خودتون کردید. یک انقلابی رو که در 57 اکثریت قاطع مردم درست یا نادرست طرفدارش بودن، الان رسوندید به این که خودتون از سایه خودتون هم میترسید. نیروی انتظامیتون به جایی که حافظ نظم و امنیت بشه میره اموال مردم رو خورد میکنه. چرا اینجور شدید؟ بنابراین نه، به نظر من حکومت با این وضعیت آشفته درونی که داره، با این ساختار ناکارآمدی که داره، با این شرایط غیر دموکراتیک که داره، با این جنگ و ستیزی که با دنیا داره عملاً، آقا چی کار دارید با آمریکا بجنگید؟ خاتمی روحانی میگه که من نماینده 81 میلیون مردمم که با آمریکا در برابر آمریکا بایستم. اصلا مردم دارن میگن آقا ما با آمریکا مشکل نداریم. شما یه رأی‌گیری آزاد کنید، مردم همه طرفدار اینن که با آمریکا رفاقت کنن. لذا چنین حکومتی خودش به دست خودش رفته در یک باتلاقی که نجات پیدا نمی‌کنه. و من امیدوار هستم که با همت مردم، کشور و ملت از دست این حکومت و این شرایط نجات پیدا کنه، و البته با اتحاد همدلی. من این رو بعید نمی‌دونم. حشمت طبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، بسیار سپاسگزارم. یک فاجعه ملی، آب در آبادان رسماً جیره‌بندی شد. مردم تو آبادان و خرمشهر صف می‌کشن برای گرفتن آب شیرین. در روستاها هم این موضوع پراکنده شده، پخش شده، و می‌دونین دیگه، خودتون تو اون استان می‌دونین که در روستاها مخصوصاً آب شیرین جیره بندی بیشتره و آب شور بیشتره. اصفهان و یزد شهرهای بعدی و استانهای بعدی هستند که ممکنه آب جیره بندی بشه. ببینین پنجشنبه 31 خرداد بعد تشکیل صفای طولانی آب شیرین برای گرفتن آب شیرین، آب خوردن و تظاهرات
در استان خوزستان دارم صحبت میکنم، تظاهرات جلو سازمان آب و فاضلاب آبادان جدیتر میشه. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکا. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکا. بی‌غیرت بیا پایین، بی‌غیرت بیا پایین، بی‌غیرت بیا پایین، بی‌غیرت بیا پایین، بی‌غیرت بیا پایین. بله، عرض کردم صفای طولانی آب شیرین به خرمشهر و روستاهای اطرافم کشیده میشه تو گرمای 50 درجه، بالای 50 درجه، و زمزمه جیره بندی آب تو استانهای دیگه که گفتم، برای مثال مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری یزد گفت امکان جیره بندی آب در صورت عدم مدیریت مصرف در یزد وجود دارد. وی خاطر نشان کرد الان ما به شدت با محدودیت منابع آب شرب، یعنی آب خوردن به زبان شکرین فارسی، با محدودیت منابع آب شرب روبرو هستیم و هرچه که به جلو حرکت میکنیم هم این موضوع به دلیل کاهش منابع آبی مناسب وضعیت بدتری به خود میگیرد. دوشنبه 4 تیر 97، روزنامه شرق نوشت در استان خوزستان شوری آب به حدی رسیده که پتروشیمی خوزستان هم تعطیل شده و تصاویری از جنوب در فضای مجازی منتشر می شود که مردم مدعی اند آب کارون به بصره و کویت منتقل می شود، اما مسئولان وزارت نیرو تاکید می کنند که هیچ آبی از ایران به کشورهای عربی همسایه منتقل نمی شود. اینو من نمیدونم روزنامه شرق خبرنگارش از کدوم وزارت نیرو نوشته، چون حالا میبینین که همچین صحبتی نمیشه، برعکسش صحبت میشه از قول وزیر نیرو. باری حمیدرضا خدابخشی رئیس انجمن مهندسان آب و فاضلاب در گفتگو با شرق درباره تفاهم‌نامه‌ای که سال 1382 بین حبیب الله بی‌طرف وزیر نیروی وقت و مسئولان کویت به امضا رسید عنوان میکند این تفاهم‌نامه به دلیل عدم تمایل سرمایه‌گذار برای مشارکت در اجرای پروژه مسکوت ماند. ببینید اینجا دو تا موضوعه، یکی فروش آب شیرین، انتقال آب شیرین خوزستان به کویت، یکی دیگه انتقال آب کارون به بصره عراق. قرارداد انتقال آب شیرین به کویت سال 1382 بسته شد به مدت 30 سال. این قرارداد دوره دولت محمد خاتمی بسته شد. خب روزنامه شو دیدین دیگه، مال سال 1382 بود. با جیره بندی آب در خوزستان این قرارداد ها شبیه این قراردادی که دیدین روزنامه رو و این تفاهم نامه ها دوباره تو رسانه ها و فضای مجازی مطرح شده، مسئولان هم میان تکذیب میکنن چون در واقعیت آب نیست و این قرارداد 30 ساله با کویت بسته شده سال 1182 و هنوزم تموم نشده. بعد افزون بر این قرارداد آب شیرین ارسالش به کویت، اخیراً تلویزیون البلادی عراق که متعلق است به ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق برنامه‌ای رو پخش کرد که ببینید، برنامه رو ببینید دیگه، حالا برسه پخش کنه. جدیداً على جارة كانت مواقفها حاضرة، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت من أولى الدول التي شاركت العراقيين في الدفاع عن أرضهم ضد تنظيم داعش. خاتمة المواقف التي لا تنسى كانت بإعلانها مد أنبوب عملاق لنقل المياه من نهر كارون إلى الأراضي العراقية في البصرة. خب ببینین، من این تیکه رو فقط که اخبار تلویزیون البلادی عراق بود، من همین تیکه رو که عربیش پخش شد براتون میخونم ترجمه شو. گفت کمک جدید دولت‌های منطقه به عراق همچنان ادامه دارد و یکی از آنها برنامه ریزی جدید ایران است برای کمک به عراق بعد از داعش، یعنی داعش که جارو شده از عراق، حالا برنامه ریزی جدید داره عراق، موضع جدید و سیاست جدید داره و موقف جدید داره به قول خود عراقی ها. در ملاقات‌های اخیر یعنی بین دو دولت، دیدید که فیلمشو دیدین، ظریف بود، وزیر خارجه ایران با ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق، در ملاقات‌های اخیر بین دو دولت طرح انتقال آب کارون به اراضی بصره
مورد گفتگو قرار گرفت و مقدمات لازم آن در دست انجام است. خب این گزارش که پخش شد، دولت تدبیر زد و آمد تکذیب کرد. 29 خرداد 97 مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به منتشر شدن خبری در فضای مجازی مبنی بر ادعای تلویزیون البلادی عراق در خصوص انتقال آب رودخانه کارون به بصره اظهار داشت: این خبر را تأیید یا تکذیب نمی کنم. این خبر تنها در فضای مجازی منتشر شده که دروغ میگه. تلویزیون البلادی الان شنیدین، دیدین دیگه. و وزیر نیرو نیز این موضوع را تکذیب کرده است. وزیر نیرو کجا تکذیب کرده؟ ببینین، من ازتون بذاریم وزیر نیرو حرفش رو بفهمیم، بعد برمیگردیم دوباره به همین حرف مدیر کل حفاظت محیط زیست که میگه فقط در فضای مجازی منتشر شده. فیلم رو دیدین؟ فرصت امیدوارم داشته باشیم یه بار دیگه اون فیلم البلادی رو نشون بدیم، بعد الان نشون ندیم. بذارین تکذیب میگه چی. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان میگه که وزیر نیرو این موضوع یعنی انتقال آب رودخانه کارون به بصره رو تکذیب کرده است. خب حالا وزیر نیرو گفتم کجا تکذیب کرد. ببینین یه تیکه صحبت وزیر نیرو رو. اولش خبرنگار یه سوال هوشمندانه میکنه، خدا انشالله این خبرنگارا رو عمرشون رو دراز کنه و زیادشون کنه. میگه انتقال آب از سرچشمه های کارون به وزیر میگه، میگه انتقال آب از سرچشمه های کارون یعنی، بقیهش رو نمیگه تا وزیر جمله رو تموم کنه. خب انتقال آب از سرچشمه های کارون به فیلم مثلا بصره عراق به ویژه تو این وضع خطرناک بیابی همین استان خوزستان یعنی چی؟ یعنی وطن فروشی، یعنی منابع ملی مردم نیازمند خوزستان فروشی، یعنی خیانت به مردم ایران. اینا رو نمیگه خبرنگار، صبر میکنه تا جواب وزیر نیرو رو بشنوه. انتقال آب از سرچشمه‌های کارون یعنی؟ انتقال آب از سرچشمه‌های کارون یعنی اینکه اگر ما فقط به بحث انتقال فکر بکنیم و سایر مسائل رو نادیده بگیریم، هیچ انتقالی به تنهایی مسئله اون منطقه نیازمند رو حل نمی‌کنه و هیچ عدم انتقالی هم به تنهایی مسئله نقطه عرشبت که بالادست رو حل نمی‌کنه. بله، اگه ما فقط مسئله انتقال آب و جوابش اینه، کجا تکذیب کرد؟ میگه اگر ما فقط مسئله انتقال آب رو ببینیم، به بقیه مسائل منطقه توجه نکنیم، یعنی چی؟ مشکلی نه در ایران و نه در عراق حل نمی شود. این جواب آقای اردکانیان وزیر نیروی دولت تدبیر و فلانه. بقیه مسائل چیه؟ که اونا رو هم باید در نظر گرفت و به همین دلیل آب رو باید انتقال داد به کشورهای دیگه همجبار. ثانیاً چرا وقتی مشکل بی آبی داری و آب شرب، آب خوردن جیره بندی شده در همین استان و کارخونه های پالایش آب شور و تولید آب شیری ندارین به اندازه ای که بتونه شهرهای همین استان رو جواب بده و میگین فردا نوبت اصفهان و بعد یزد و یکی یکی استانهای دیگه، توی همچین وضعی که تاراج منابع ملی تو همین 3-4 دهه باعث شده، بازم دارین از منابع نمونه غارت میکنین، به عراق میدین تا پایگاهاتون اونجا حفظ کنین. آخه به چه قیمت باید این پایگاه ولی امر مسلمین جهان تو کشورهای بدبخت حفظ بشه؟ تو کشورهایی که متوسل به شما بشن. و تازه غارت منابع فقط برای فرستادن به کشورهای دیگه نیست که. بذارین قبل از اینکه من درباره یک بخش دیگه از انتقال آب کارون بهتون بگم، اجازه بدین یک فیلم این درباره باغات پسته رفسنجان رو بذارین بعد من بگم. بذارین قبلش برای اینکه باز ببینین از فیلمایی رو که کم و بیش منتشر شده و باید ببینین دیگه که این آب آیا به کویت میره، آیا به بصره عراق میره یا به باغات پسته رفسنجان میره. به هر حال این فیلم رو ببینین برمیگردیم. جوره که کجا رد شده آب کجا دارن میبینن؟ مردم اینجا بودن
تموم میکنیم، بعد قرضای چنانی برای این مردم میاد، مردمی که 8 سال جنگیدن، 15 سال با زمین خرمشهر جنگیدن، واقعیتش اینجوریه. من یه آدمی رد شدم و خواستم صورتم بشورم و خدا شاهده، خواستم صورت دیدم آب شیرینه و خدا آب شیرینه. پس چرا آبی شور دوله های ما میاد؟ چرا آب شور داره میگم آب شیرین داره میفروشن؟ و چرا این کار میکنن؟ بله، چرا این کار میکنن؟ چی بگه آدم؟ مردم میان تو خیابون که همینا رو بپرسن دیگه، چرا این کارو میکنین؟ ببینین، عرض کردم غارت منابع فقط برای فرستادن به کشورهای دیگه نیست. 29 آبان 96. ببینین، من هنوز در فکر آن کلاغم در دره های جوش، من هنوز تو فکر این آب شیرینم که دیدین شما فیلمش پخش شد که مردم وقتی که میبینن میرسن به این آب شیرین که از این لوله های قطور داره میره از استان خوزستان و خود اینا، خود همین مردم میرن صفهای طولانی آب برای گرفتن آب خوردن تو آبادان و خرمشهر میمونن. و ببینید، دو تا از استانهایی که خشکسالی به اصطلاح آقایون و از بین رفتن منابع آبیشون واقعا در خطر، همیشه در خطر، در این یک دهه گذشته دقیقا در خطر بی آبی بوده و هست و الان از استان خوزستان شروع شده. یکی استان خوزستان، یکی استان اصفهان، هر دو از پر آب ترین استانهای کشور بودن. استان خوزستان با رود کارونش و اروند رودش، استانهای دیگه و استان اصفهان با زاینده رودش، چه بلایی سر این مملکت رو بردن. حالا غیر از این که میفرستن فروختن میدن این آبو بر اساس منافعشون در مثلا استان بصره نشین، استان شیعه نشین جنوب عراق، نمیدونم بصره یا کشورهای دیگه. در ببینین، در داخل کشورم یک نمونه فقط براتون میگم. 29 آبان 96، سید محمد مرعشی قصد دارد پروژه سولگان را با هدف تأمین آب باغات پسته رفسنجان اجرا کند. در این پروژه آب سرشاخه های کارون از استان چهارمحال و بختیاری به دشت رفسنجان واقع در کرمان منتقل خواهد شد. شرکت عمران رفسنجان مجری پروژه انتقال آب است. مدیر عامل این شرکت سید محمد مرعشی است. برخی منابع آگاه میگویند که او برادرزاده حسین مرعشی، رئیس سازمان میراث فرهنگی دولت اصلاحات، و حسین مرعشی که میدونین برادرزن رفسنجانی است، هاشمی رفسنجانی که مرد، برادر عفت مرعشی است. نام شرکت مهاب قدس وابسته به آستان قدس رضوی که الان مال رئیسیه و داماد همون علم الهدا که اول برنامه دیدین و ازناب نزدیک خامنه ای. نام شرکت مهاب قدس وابسته به آستان قدس رضوی در مناقصه اجرای پروژه انتقال آب سولگان به رفسنجان به عنوان برنده اعلام شد، رسما اعلام شده. آستان قدس و خانواده زن رفسنجانی، خانواده رفسنجانی در واقع خاندان هاشمی رفسنجانی، 200 میلیون متر مکعب آب از سرشاخه های کارون میبرن رفسنجان تا باغات پسته مرعشی آباد بشه و مردم خوزستان آب خوردن نداشته باشن. کارون طبق آمار رسمی خودشون آب آشامیدنی بیش از 2,200,000 نفر رو تأمین میکنه. بیش از 1,000,000 هکتار زمین کشاورزی خوزستان از همین کارون آبیاری میشه.
ولی ببینیم بیمسئولیتی و خیانت به منابع ملی مملکت و آنچه مال مردم کارون رو به چه روز انداخت. مشکل آلودگی رودخانه کارون فقط به پساب فاضلاب بیمارستانی محدود نمیشه، چرا که مشکل پساب فاضلاب کشاورزی و صنعت شهری هم برای رودخانه کارون خطرناکه. یعنی فاضلاب داره ماهیگیری میکنه؟ بله بله. ماهی هم داره؟ ماهی هم هست. بله ماهی هست. دقیقاً اکثر عوامین هم که میان ماهیگیری میکنن دقیقاً همون نقطه‌ای که فاضلاب میان، برای اینکه مغذیه. این آلوده تا نزدیک خرمشهره. ما از این آب داره میخوریم. ماهی که گرفتی آلوده نیستش مزه؟ این آلوده نمیشه. اونجا دارن ماهیگیری میکنن. چیزی خیلی هم خیلی فنی بری، ولی متاسفانه اتفاق داره میفته. با ادامه دادن ساحل رودخانه کارون به منطقه‌ای به نام گاونیشاباد رسیدم که دقیقاً پشت یکی از بیمارستان‌هایی بود که پساب فاضلاب خود را مستقیماً وارد رودخانه کارون می‌کرد. آل احمد آزمایش کردن، گفت آقا این گوساندهاتون گاواتون از این آب نخوره. بابا چی میگید؟ ما داریم خودمون میخوریم. اینی که شما ربطش میدید اون آب داره این میخوره، این آب در اون حد آلودگی نداره که کشندگی داشته باشه بخواد حیوان از اون نتونه استفاده کنه. اما کمی جلوتر رسیدیم به پمپ آبی که از رودخانه کارون آب میکشید. کجا میگیری آب؟ از کارونی میکشیم برای باغا. این لولشه؟ این هم لوله آبیه که از رودخونه کارون وارد کشتزارهای سبزی خوردن میشه. در این میان 1,100,000 هکتار از زمین های کشاورزی سالانه از آب کارون بهره میبرند و سلامت بیش از 63 نوع محصول که با آب آلوده رشد میکنند را به خطر میندازه. کارون به بزرگترین استخر فاضلاب تبدیل شده است و آلوده بودن آن سلامت مردم این استان را با خطر مواجه ساخته و هیچ کس جوابگو نیست. ببینین اگه شما حضراتی که تو مجلس هم دارین فریاد میزنین برای اینکه دور بعد مثلا بهتون رأی بدن، اگر اصلا دور بعدی وجود داشته باشه، این آب و شما و بقیه اذناب حضرت آیت الله خامنه‌ای که و شورای نگهبانش که شما رو تایید کرده و اومدین وارد مجلس شدین و دولت روحانی و وزارت نیروش و وزارت بازرگانیش این آبو انتقال میدین به بصره، خب همون بلایی که سر مردم ایران آوردین و سر زمین‌های زراعی ایران آوردین سر عراقیان میارین. گفت چند نوع صد و چند نوع محصول زراعی در ایران با این آب آلوده مسموم میشه. در واقع شما که این چیزها براتون مهم نیست، هر جا بتونین آب رودخونه ها رو که دلیل اولیه وجود شهرها و استانها بوده میفروشین به این بر اون بر، هرچی هم مون داخل کشور انشعاب میزنین به باغات بسیار پر درآمد خودتون. کدومتون کارتون درسته؟ دنبال تاراج و دزدی اموال و منابع مردم اسیر تو چنگتون نیستین که آدم بگه فلان مسئول و فلان نهاد شاید بتونه کاری بکنه. قوه قضاییه که باید همیشه در همه جا اساساً جلوی تاراج مملکت رو بگیره، به خاطر اینکه از حق مردم مثلا باید دفاع کنه، خودش رئیس دوزاست. یه نمایی از یکی از باقای ممجواد لاریجانی رو باید حتما ببینین، ولی قبلش بذارین این اسناد رو نگاه کنین. بارها نشون دادیم، حالا این تیکه سند روشن‌تره. اینا برگایی است از پرونده‌های زمین‌خواری برادران لاریجانی که از سال 1387 تشکیل شده. پرونده‌اش از اون موقع تشکیل شده، زمان هاشمی شاهرودی. رهبر معظم هم همون موقع خبر داشت، چون وحید حقانیان از مسئولان بیت آقا نامه نوشت رسماً برای قوه قضاییه که ماجرای زمین‌خواری ممجواد لاریجانی چیه. قبلا مفصل تو این موضوع برنامه داشتیم، نامه رو منتشر کردیم. حالا ببینین دیگه که رهبر معظم خود صادق لاریجانی رو گذاشت رئیس قوه قضاییه تا ماجرای زمین‌خواری خود صادق و داداشش ممجواد منتفی بشه. حالا این فیلم کوتاه ببینین از یکی از باقای ممجواد معاون داداشش صادق. قشنگ‌ترین و بزرگترین باقای مرکباتیه که من دیدم توی شهر رامسر، بیش از 15,000 متر و در منطقه شاه منصور هستش، روبروی کوچه جنوبی 10 و با این وسعت
مربوط به کی؟ باقی مرکباتی کیه؟ دکتر محمود لاریجانی. سرم توش هم ببینین کاخه. اینم ادامه شه، ادامه با و بنده خدا ممکنه فقط چند صد هزار از این نمونه باغات و ویلاها و املاک توی ایران داشته باشه. یه گوشش فعلا توی رامسر، بقیشو خدا میدونه. این باغا و اون زمینایی که تو لواسون و ساوه لاریجانیا دارن، یعنی مدیران اصلی قوه قضاییه و طبق اسناد و نامه های بین قوه قضاییه و دولت احمدی‌نژاد که افشا شده، بارها نشون دادیم دیگه، صدها حلقه چاه بدون مجوز زدن برای آبیاری همین زمینای غصب شده. اینا همه به همون آبی احتیاج دارن این زمین‌ها که از مردم محروم خوزستان و اصفهان و یزد و بقیه شهرها و استانهای کشور دریغ میشه و تاراج میشه. بریم پرده آخر. این امام صادق اینجا چی گفت؟ فرمودن ابراهیم شیعه علی بود. وقتی کعبه رو ساخت نه فکر کنید یه بنای معمولی، از هر جای کره زمین باید یه تیکه سنگ، از قم هم یه تیکه سنگ برد، از چند جای دنیا معروفه که همین کعبه رو ساخت. آفرین آفرین، واقعا آفرین. بله، خامنه ای همینا رو میخواد دیگه. شب و روزگار خوش.